بیم. این رهبرا الان رهبران سرکوب در ایران، همه جنرال‌هاش، سپهبداش، اون بالاییاش، اینا سیدان. این آخونده هم که زر میزنن همه سیدان. اون یادم که عمامش سفیده مثل خود خامنه ای، باباش عمامه سفید میذاشت سرش بعضی وقتا. اونم کلکاشون ریشه اینا سادات تازیان یا نوکرن یا حقوق بگیرن پول میگیرن. با الان تیمسار حبیب سیاری رو ازش خبر نیست، چون اولین کسی که اومد مصاحبه کرد در مورد ارتش حرف زد، چه گفت از خود اینا هم هست. بعدم 75% نمیدونم چقدر یارو معلول جنگیه، بعد به همه رود مدیر نداره. الان مدت هاست گرفتنش، تا چه وقتی هم میکشنش میان سکته کرد، یک نفر آدم پیدا شد. شما ارتشی ها خیلی مهمه. الان اگه اپوزیسیون هنوز ساخته نشده، اپوزیسیون نمیاد تو فلان اینا، باید پاشید یک کاری بکنید. ارتش باید پاشه. خود فرماندان سپاهی که ایرانی هستید، سادات تازی نیستید، نوکر علی خامنه‌ای نیستید، ایرانی هستید، باید بلند شید. چون اینا همه گونه فشار رو برای مثلا شاهزاده رضا پهلوی میارن که تفلیل بترسن، خواهرش رو کشتن، برادرش رو کشتن، چه فشارهای دیگه. حالا اینی که من میخوام بهتون بگم، اینو سپاه پاسداران پریروز منتشر کرد و 2-3 ساعت بعدش برای من گفت رو سایت خود سپاه پاسداران، گفت ما تو اتاق خواب رضا پهلوی نفوذ داریم. اینو چرا نشون داد پخش کرد جمهوری اسلامی؟ برای که رضا رو بترسونه. من از رضا پهلوی میخوام عزیزم نترس، بیا تو میدون بذار هر چی هم دارن نشون بدن، هیچ ایرادی نداره. یعنی اینی که میگه ما از اتاق خوابش گفتیم، چیزای دیگه هم گفتن با خانمش و اینا، ایرادی نداره در برابر این کاری که زن ایرانی داره آتش میزنه روسریش رو. بایستی ما از هیچی نترسیم، نباید بترسیم، نباید تحت شانتاج نظام جمهوری اسلامی قرار بگیریم که اینها بیان. مردم که امروز میگن رضا شاه رو حچت، چرا میگن؟ چون رضا شاه رو سری سوزوند، چون رضا شاه رو سری از سر زن ایرانی برداشت آورد شو جامعه، چون رضا شاه سیدی رو از ایران برداشت، سادات تازی رو برداشت. الان میترسن این واژه سید تازی رو تکرار کنن، چون همش اینا سید تازی هستند که بعضی جا هستن. رضا شاه آخوندا رو خلع لباس کرد، زد تو دهنشون. افرادی مثل مدرس که رهبران سادات تازی بود، زد کشت که زر زیادی نزنه. عزیز سیاد هستم و از راه دور درود میفرستم به جوانان وطنم که به پا خواستند برای حقوق پایمال شدهشان، که مهمترینش آزادی است، آزادی گفتار، پندار و کردار، که این آخری شامل آزادی در پوشش هم هست، آزادی در پوشیدن و هم نپوشیدن. برای همین است که دختران جوان ایرانی این روزها روسری در آتش می اندازند و در رسای قربانیان حوادث اخیر گیسو قیچی می کنند. در حیرت هم که پدران و مادرانشان کجا هستند. ای کاش فرزندان خود را در این نبرد نابرابر تنها نمی گذاشتند.